نام یاد خداوند. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما خوبان. امیدوار هستم در این ایام کرونایی لباس عافیت به تن داشته و از گزند روزگار در امان باشه. دوستا عزیز، بازم همه شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از برنامه‌های واژه. دوستا عزیز، ما امروز مهمان یکی از شوقی کفتر هستیم که البته امروز میخوایم دوستا برای شما یک شوق امرای جوانایی که دوست ما هموطن شوقی ما از آخر زمستان تا فلحال چوچه گرفته، نسل گیری کرده که همه جوانه کفترکاش است. امروز میخوایم چون خیلبازی ها کم کم به کم شدن است، دیگه خواستیم امروی از همه جوانه کفترهای همه دوست هموطن شوقی ما یک شوق کنیم برای شما. دیگه امیدوار هستیم که تا پایان ما را امروی کنید. خب دوستان عزیز، فعلا که شما میبینین کفترها کمی به مجرد که از خانه بر آمدن دیگه این همه گشتشان است، ضرورت به چوری هم نیست، ضرورت به شپلاق هم نیست. دبان از یاد دوستان عزیز، تنها یک سرخ شیرازی کفتر پارسال است که تقریبا دو سال سن داره این کفتر. دیگه تمامش جوانه کفتر است که این فعلا شما میبینین و تمامش میتونیم بگیم که حاصلات امسال فصل چوچگیری است که قسمی که دوال گفتم از آخر زمستان شروع تقریبا دیگه فصل بهار تا فصل بهار اینمی کفترکاست که فعلا شما میبینین تمامش چوچه گرفته شده. و کسانی که شوقیستن میخواین که صاحب کفتر شوند، دوستان عزیز اگر امکاناتش باشه صبر و سلام مندی داشته باشه، شما میتونین چند جوره کفتر خوبه که امو اصل نسبشان معلوم باشه یک جای کنین، دیگه از اونا ما نسل بگیرین، چون کنه کردنشان هم آسان است. جوانه کفتر ها امی که به مجرده که هوشیار میشن خانه را بلد میشن، دیگه ضرورت به این است که ما او را زیاد بالاش خاری بکشیم. دیگه آنمی که هوشیار شوه، خانه را بلد شوه، یک بار دوبار از امی ریز بخیزه، دیگه او کفتر گم نمیشه. و گپ خوبیشی هست دوستان عزیز، اما وقتی که ما نسل میگیریم این دیگه لذت داره. ما منتظر هستیم که یک کفتر جوره میکنیم، چند مدت این تخم بته، باز بعد از اینکه تخم داد 20 روز صبر میکنیم که کفتر چوچه میکشه. زمانی که چوچه کشیدی را منتظر هستیم در جریان 3-4 روز که کفتر چی است، خوبش است، خراب است. دیگه یک امی چوچه گرفتن و نسل گیری دوستان عزیز یک لذت خاص داره. و کسایی که به اصطلاح مثلا سرتیار میخرن به مصطلاح هم، دیگه او حوصله ندارن یا وقتش ندارن که از کفتر نسل بگیرن. این دوستان ما که نسل میگیرن، وطنداران ما که نسل میگیرن، داخل سال مثل امی که یک دقان حاصل زمین خود میور داره، اما چیزی که ضرورت خودش است او را به خود نگاه میکنه، دیگه ایش به فروش میرساند. امی کسایی که چوچگیری هم میکنن این امی کار میکنن، دیگه اونامو چیزی که ضرورت خودشان باشن، اگه شوقی کفتر پروندر کفتر باشن اونامو را بر خود نگاه میکنن، دیگه ایش بر دوستای خودان مفروشن یا توفه میتن. دیگه و کسایی که سرتیار هم کار داره دوستای عزیز، از اونامو تو شوقی ها میخرن کفتر، دیگه امروشان امروی اینمی حاصلات از او هم چوچه که وا گرفتن امروی از او شوق میکنن. دیگه فعلا نام خدا میبینید دوستای عزیز، کفترک ها خوش هواستن و تمامشان هم خودکریز است، چون جوانه کفتر ها را معمولا خودکریز میمونن تا بیا. خب دوستای عزیز، گفتم که جوانه کفتر ها را معمولا خودکریز میمونن تا وقتی که این کفتر هم زمان کفتر بازی میشه، دیگه تمامش دور بخور. دیگه دوستو عزیز، گفتم که جوانه کفترها را معمولا خودکریز میمونن تا زمانی که انشالله بعدن بر شما نشان میدیم که این کفتر چند ماست تا کجا کوریزی رسیده، تا که فصل کفتر بازی میشه، یعنی شروع زمستان میشه، آخر خزان میشه، دیگه کفتر کاملا کوریز میکنه. مخصوصا کفترهایی که مثلا مای دل و هود مثلا فصل بهار عمل سور و جوزا که ما چه میگیریم، یا تماما کوریز پاک میکنن و یک کفترهای بسیار تندرست و سالم میباشه. و کفتر جوانه کفتر دوستان عزیز یک خرابی و یک بدی که داره، وقتی که ما ایره است یک خانه مثلا اینمی جوانه کفتر که اینجا سینگ سینگ میکنه یا خرد است، ای که تا که از دنیمی خانه آموخته است، مثل از این میمونه که مثلا ما ایره از یک جای میبریم
پشت نمی خونه دل من رازه. دیگه دوستایی که اگر می خرنم اکثرش که می فهمن شوقی هستن که سالا شوق کردن تجربه دارن کفتر می مونن دمستی می خرن. فصل مثال این همی سرخ منوگه که چند ده سال آتشی است خو یک چند گلک داره دیگه یک آتشی میگمش سرخ منو میگمش اینمی کفتره که فعلا دمستی است ای دیگه هم از مدل انداختن به اصطلاح خلاص شده جوان شده چون سرمستی آمده است این ما میتونیم وقتی که بردیم خریدیمش یک ماده برش میتیم اونمو امروی اونمو خانه آموخته میشه اگه ای خرد باشه سینگ سینگ کنه چون دیگه بیعقل می باشه دیگه او سرمستی نمیماده باشه دیگه مشکل از نگاه کردن هستی نام خدا دوستان عزیز میبینین که کلش با مصطلح شوقی ها خوش هواستن دیگه ضرورت به اشپلاق و ضرورت به چوری ندارن چون یا که وقتی که دمی دانه خور میشن در خانه که علایده یا انداخته میشن همی چون دوست ما قبلا کفترهای جنگی خود سودا کرده است دیگه اونم در جای کفترهای پریشی خود انداختش اونم انداخته میشه به یک روز دو روز سه روز که مطابق تقسیم اوقات کفتر کیار میشه دیگه ما هر دیگر که ایره ایلاک کنن اینم تو فقط یک به مصطلح شوقی ها یک قخت بکار است یا یک پرانده نشان دیگه هیچ ضرورت به این است که ما ایره چوری کنیم اشپلاق کنیم دیگه ضرورت به او کارا نیست اینه شما از همی تماشای و دیدن همی پرشان لذت ببرید بیه همین شاد شبیه بیتار خوبشم تصویر دوستا عزیز در کفتر جوانه کفتر باید یک دانه حداقلش اگر زیادتر باشه خوبتر است یک مربی یا یک استاد باشه مثلا اینمی سرخ شیرازی را که شما ببینید سر سر کفتر میگرده اینمی تمام از اینمی و پشت از اینمی کفتر دور خورده رفتن باز کسایی که شوقی چوچگیر هستن و همو شیرازی هم که هست چوچو از اینمی کفتر است دیگه دوستو عزیز بخواستو میره بگویم کسایی که شوقی چوچگیر هستن وقتی که چوچه میگیرن همو پدرش ها یا همو از طرف صوب یا دیگر همراه از این کفتر ها میپرن همراه می جوانه کفترک ها دیگه می کفتر های نره که در چوچه انداختن اینیا را مندازن چون کمی هوا را بلد شوه با ما بلد شوه این بسیار خوب است بيه 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 بيه
بیا 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 چیکه دی مدایک که تا بارو لی کدوم بچه بیا 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 دوستو عزیز ای بام مامو بریالای ماست دیگه واقعا از ای بام بسیار خاطره داریم و شخصا از امی دوست ما بریالای جان واقعا خوش هستیم که هر بار سر صدا کردیم نه نگفته فقط این امی بام در اختیار ما گذاشته دیگه گفته این امی بام این امی کفتر تمامش در خدمت شماست و دوستان عزیز شاید شما قبلا چپا و شیرازی های بریالای جان دیدین حتما تصاویرش و یک ویدیو که همراه نوروز جان هستند اینمی بام گرفته ما دیگه او کفترک ها را بریالای جان دیگه سودا کرده فعلا اینمی جوان کفترک ها را که تمامش میبینید دوستان عزیز هر کدامش زیادتر از 6 ماه سن نداره دیگه چوچه آخر زمستان دیگه فصل بار است اینمی کفترک ها 3 ماه 4 ماه 5 ماه کلش سن داره مگم دوستان عزیز امی بریالای جان شوقی شیرازی است دیگه نمیبینید امی جام یک سرخ شیرازی است که پاهان شده دیگه نمیجد دو دانه یک سرخ شیرازی است دو دانه زرد شیرازی دیگه یک دانه کخال هم در بینشون است و ای هم دوستان عزیز هم سرخ شیرازی که است پدر از امی کفترک ها که میبینین دیگه پدر از امی کفترک هاست یک کفتر جنگیش بود دیگه ای را در چه انداخته اونا میبینین دوستان عزیز گفتم که در کفتر باید یک تو راهنما یا مربی یا استاد باشه برشون دیگه نمی کفترک است که امروش هم ازش نسل میگیره و هم دیگر اینمی جوان کفترک ها رو امروش در گردش دیگه تاو میتن دیگه چی که باز؟ خب بیا ایسی ایسی بکی جان برو مردمی برو با تاشه دوستو عزیز دیگه یک ساوس نقش است دوم رنگه نام خدا خوب کفتر است زنگک های زرد و سرخ که در پاش است پشت سر از دوستو عزیز یک زرسینه است برای فعلا میگیمش چون جوانه کفتر است هنوز زیر کار است ای دیگهش دوستو عزیز یک عراقی سیاس از امو جمع کفتر را که سودا کده بود البته می یکش پس آمده دیگه یک زرد مینای دوم سفید دوستو عزیز یک سیاپتین است که شما میبینین یک سیاسی دیگه توقش پوره نیست که ما ایره سیاسی نبگویم توقش بیخی از جدا نیست از اموسینش گیره سیاپتن بگویم فعلا یک سیاپتن میگمش دوست عزیز که بیادر از امو ساز نقش است کدومش کلان است ساز نقش دیگه ساز نقش دوست عزیز چوچه زمستانی است آخر زمستان این دیگه چوچه مایوت است نام خدا خوب یک شیرمست آمده ایشون دوست عزیز یک زرد دم سفید است بازم یک زرد میناست دم سفید یک سرخ شیرازی است دوستو عزیز پالوش یک زرد شیرازی است که بیادر از امی کفتر است یک دونه کخالک سرخ است یام بیادر از امی کفتر است این سیاچپش دوستو عزیز که میبینین تاپدار از جمع دیگه کفتراش است بازم دوستو عزیز در پالوی امی سوزنقشه که دیدین یک سیاسینه است که رنگش کم ذره مایل به مو سوزی داره دیگه یک سیاسینه است ایش هم دوستو عزیز یک سرخ شیرازی پشت باز است پالش هم یک زرد شیرازی است ایش هم دوست عزیز قبلا گفتم که در موقعیت دیگه بود یک سیاچپ است و آخریش هم دوست عزیز یک سرخ شیرازی است در آخر هم دوست عزیز همی کفترک مستی میکنند کسایی که شوقی شینخاله هستند دیگه یک کفترک ملاقی است اما ذاتا شینخاله ملاقی ما باشه اما در جمع کفترهای ساده که میگردن ملاق نمیزنند دیگه ای هم دوستای ما که شوقی شینخاله ای دوستا عزیز زیادتر دوستا دیگه تو دقیق
معلوم نیست که کفتر پاکستانی است یا کفتر هندی است، اما زیادتر شوقی های افغانستان این یگان کسایی که مخصوصا ولایت های سمت جنوب ما که هستند زیادتر کفتر خوش دارند. دیگه او را ما که شنیدیم دوستو عزیز سیر میگن کفتر پاکستانی است. این دوستو عزیز مثل ملاقی های افغانستان ما شما باره یک جسامته که خورد دارن، معمولا یک دو ملاق و سه ملاق و چهار ملاق کفترک ها میزنن، اما در بین کفترهای پریشی که فعلا است دیگه ملاق نمیزنن. دوستان عزیز جوانه یک خوبی داره که اما هر رقمی که ما خودمون تربیتش کنیم ما مختش کنیم دیگه اونم رقم کفتر میشه. اگر این همیال سر وقت سگی رو بدونش پلاق آموخته کنیم که برای همسایا اذیت نشه میشه. اگر ایره مثلا تایم میشه صبح بسازیم دیگر بسازیم دمی هر تایمی که بخوایم این کفتر ما میتونیم اون عیار بسازیم و در زمین دوستان عزیز این به دست خود ماست. مثلا همین زردایی که در اینجا شما دیدین زرد سینه بود، زرد مینا بود، یک زرد کویدم سفید بود، این اینمی فصلش است. اگر بخوایم زرد میناش زرد سینه جور کنیم یا زرد کویش یک زرد پتنچپ جور کنیم و دوم رنگش دوم سفید جور کنیم این به دست خود ماست. و اگر بخوایم که یک کفتر یک شوق خوب، البته کسایی که کفتر پریشی را خوش دارن در زمستان هم روشن میکنیم، اینمی زمانی است که جوان کفتر باید تقویه شود. دیگه کسایی که عریفایشون نزدیک نزدیک از یک تایم مشخص کنند که امرو کفتر کار را تاو بتن در زمستان انشالله هیچ باخت نمی داشته باشند، چون جوان کفتر که خانش خانه خود شناخت اما محیط بام شناخت دیگه او کفتر بسیار احتمالش کمه که پیشکست سرخم کنه یا بشینه. و دوستان عزیز همیشه گپ همیشگی ما همیست، هدف ما شعب جان از تهیه همچون برنامه است که شما خوش باشین، کسایی که در خارج از کشور هستن شوق کده نمیتونن یا وقتش ندارن، همی کفتر افغانستان همی جنس افغانستان در دسترسشون نیست. هدف ما همیست که از همی طریق شما فکر کنین که نمیال فعلا به جای ما شعب جان در ریز بریالی جان هستین دیگه این همیجا شوق میکنین و امیدوار هستم که آنچه را ما تهیه میکنیم با کمی و کاستی که داره مورد پسند شما قرار بگیره. و همیشه گفتیم شما میتونید در بخش کامنت هر پیشنهاد و انتقاد و نظری که داشته باشین بنویسین، ما میخواییم یک برنامه تهیه کنیم که مطابق خواست شما باشد. بیا بیا او را باز می بی باش دیگه باش بیا 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 بیا
اون سیاسی نرو. خب دوستو عزیز دیگه کفترها را برای لجان دانه داد ما پرش شم دیدیم مستی شنم شما دیدین دیگه خواستیم یک چند کفتر همو خصوصیات یا ویژگی هاش براتون شما دوستا بگویم و یکان کمی و کاستی هایی که کفتر داره یکان نقص و عیبی که کفتر داره برای دوستا بگویم تون کسایی که شوقی سن خو میدانن یکان نو شوقا و همو خصوصیات یا کفتر بدانه دوستو عزیز یک ساز نقش است که در اصل چوچه یک پتین است پتن دمرنگه بود دوستو عزیز اما ذاتن همو کفترهایی که سیاپتن بودن اونا دیگه میتونیم ایره بگویم چون این رقم یک کفتر چوشده داشت توسنخش که او هم امی مادهش یا نرش همراه
چوچه کدام ساوز پتنگ است یا پتنگ بوده. دیگه فعلا دوستازیست یک کفتر ساوز نقش است، در حدود 6 ماه کمتر 5 ماه سن داره یک کفتر. این بالکاش است بدون بچگی، تقریبا 9 پر یک طرفش است بی بچگی و 8 برام. طرف دیگهش دوستو عزیز یک بجا دوستو پتنگ، چی ساوز پتنگ باشه چی سیاه پتنگ باشه، نورک سیاه می باشه، چشمکای سفید. و دوستو عزیز کفتر دوم رنگه، کفتر پایدار و پاچه دار. و یگانه دوستو عزیز یگانه کمی و کاستی که کفتر داره، این چیز کاملا به نقص و بیعیب نمی باشه. این کفتر همین پاچاشه که شما میبینین، قسمت رانشه سفیده دوستو و چاتش. اگه این کفتر همین پاچاش سفید نمی بود و قسمت چارت سفید نمی بود، دیگه در این قدر بس در این رنگ خود میتونستیم بگویم که کفتر تاپ است و کفتر ساوز نقش نمیزدش. خب کفتر است این چیز در دنیا به طور کامل دیگه بدون و بی‌نقص و بی‌عیب جز ذات خداوند یگانه نیست. دوستو عزیز یک زرد کویدم سفید است، شما میبینین چه خوب یک روی مقبول داره، نولک سفید، چشم سفید، یک میجه. و در زمین دوستو عزیز خوبی کلان کفتری است که کفتر جوان است، کفتری است که ما میتونیم چندین سال خدمت از این کفتر کنیم، میتونیم امروز شوق کنیم. و دوستو این کفتر نمیال زمانش است، نمیال وقتش است که نه بعد از اینکه کوریز جوانگی خود این کفتر ختم کنه یا در جریان همی کوریزش ما میتونیم مثل که بریالا جان کده این کفتره، یعنی قسمت پشت پرایش و بادخانهش نه دوستو عزیز، امرای کم کنده بالش دیگه بریالا جان خواسته، یعنی پرکایش که میبینین در این قسمت که است یارا خواسته یک خط سفید جورشان کنه که البته هوایش زرد کوهی باشه و زمینش یک زرد پتنچپه که تنها این پشت پرایش سفید باشه. و دوستو عزیز این کفتر چوچه دوم سفید و دوم رنگ است که میبینین نیم دومبه این رقم به این رنگ چوچه داده، اما این فعلا دوست ما این خواسته کندش، یعنی بین دوم بشه اما شنگای دومش مانده، دیگه این خواسته که دوم سفید جور کنه چون شوقی دوم سفید است. در رنگ ماشاءالله دوستو عزیز زردی کفتره نمیزنه با مصطلح شوقی ها، یک رنگ بسیار خوب رنگش تمام. همین قسمتی که دوستا بازم شما دقت کنین، قسمتی که قسمی که رنگ گردنش است عین همون قسم، حتی میتونیم که همین قسمت زیردمیشون بگیم همون رقم یک رنگ است، چون کفتر یک رنگ است اما جانش یک رنگ است. و زیردمیشون ماشاءالله خب به مو قاعده و قانونش است که شاید و باید باشه، دیگه سردمیشون دوستا عزیز فکس و برابر است. و دوستا کفتر پایدار و پاچه‌دار است، چون شما پرش جام دیدین دمی که مستیوم میکه دورم دیدین و به شکلی که به شکل طبیعی و به شکلی که کفتر خودش استاد میشه شما دیدین اما هوا و زمینشو. خب ماما دوستو عزیز با امید از اینکه آنچه را ما امروز برای شما تهیه کردیم که یک پرش از جوانه کفترا بود و در مورد کفتر چوچگیر و جوانه کفترم بعض صحبت های داشتیم طرف توجه شما قرار گرفته باشه دیگه، و از این که چند لحظه امروی ما بودین برای شما خوش گذشته باشه. هدف ما خوشی، سعادتمندی و آرامی شماست. تا ای که ما و شعب جان امروی با یک برنامه دیگه در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را با خداوند پاک و بی‌همتا میسپاریم. در هر گوشه این کره خاکی که هستید لباس عافیت بتن داشته و از تمام آفات زمینی و آسمانی در امان باشید. اگر کدام پیشنهاد و انتقاد داشته باشین شماره واتساپ برنامه ما و همچنان بخش کامنت ویدیو ما در خدمت شما، شما میتونید جا همراه ما شریک بسازین. ما میخواهیم یک برنامه تهیه کنیم که مطابق خواست و علاقه شما باشد. تا درود دیگر، بدرود همه شما، در حفظ امان خداوند باشید.